تجارت در مرز پاکستان و افغانستان در مرز چمن پس از درگیری مرگبار مرزی متوقف شد. تجارت بین پاکستان و افغانستان به دلیل تیراندازی مرگباری که منجر به بسته شدن گذرگاه اصلی مرزی بین کشورهای همسایه شد، به حالت تعلیق درآمد. پس از تیراندازی تعداد زیاد کامیون حامل کالاهای تجاری ترانزیتی افغانستان و کانتینرهای حامل کالاهای وارداتی و صادراتی از دو طرف سرگردان شدند. در همین حال مقامات پاکستانی تعداد پلیس‌های امنیتی را در گذرگاه مرزی به خاطر جلوگیری از تکرار واقعه تقویت کردند و حالا پس از تیراندازی تا کنون به هیچ موتر تجارتی و هیچ مسافری اجازه عبور از مرز دادن نشده. در مورد بیشتر صحبت میکنیم با جناب دکتر نور احمد خالدی، آگاه امور اقتصادی در برزبن استرالیا. وقتتان بخیر آقای خالدی. میزان تجارت افغانستان و پاکستان در چه حد است؟ سلام خانم. میزان تجارت افغانستان و پاکستان در سالهای اخیر در حدود 3 میلیارد دلار سالانه بود و این انتظار می‌رفت که تا حدود 5 میلیارد دلار افزایش پیدا کند، اما متاسفانه این برعکس کاهش یافته، به حدود 800 میلیون دلار فعلا جریان داره که این خلاف انتظارات است و این نباید چنین میشه، چون مبادلات تجارتی بین دو کشور به مفاد هر دو کشور است. بله، خب حالا چی فکر میکنین با توجه به اینکه شما حتما گزارش را شنیدین، همکار ما گزارش را که در مورد تجارت در مرز پاکستان و افغانستان داشتن، اونچه که درگیری صورت گرفت، بالاخره کدام طرف بیشتر زیان میبیند از این موضوع، افغانستان یا پاکستان؟ متاسفانه افغانستان زیان میبینه، برای اینکه دو موضوع است اینجا. یکی موضوع تجارت بین افغانستان و پاکستان است که دو موضوع ترانزیت افغانستان با جهان خارج است، از طریق بندر کراچی و از طریق بندر واگه و ترانزیت پاکستان از طریق بنادر افغانستان به آسیای مرکزی. هنوز ترانزیت پاکستان به آسیای مرکزی زیاد انکشاف نیافته، اما تجارت افغانستان با هند از طریق بندر واگه و تجارت افغانستان با جهان خارج از طریق بندر کراچی از صدها سال به این طرف ادامه داره و این بر افغانستان حیاتی است، برای اینکه افغانستان حداقل تنها درک میوه تازه و خوش در حدود 48 هزار تن میوه تازه خوش و هندستان از طریق بندر واگه صادر میکنه و هر وقتی که مشکلات سیاسی بین پاکستان و هند ایجاد میشه بر سر مسئله کشمیر، پاکستان بندر واگه را بسته میکنه و میوه تازه افغانستان مخصوصا صدمه میبینه و حالی که جریان پیدا کرده این مشکلات مرزی پیدا شده، یعنی در افغانستان در حدود 100 هزار کانتینر بین افغانستان و پاکستان مبادله میشه سالانه و این کانتینرها از طریق بندر کراچی میآید به افغانستان، قسمت از بندر سپین بردک و قسمت از بندر تورخم به داخل افغانستان میشن. حال این پایین شده به حدود 17 هزار 20 هزار کانتینر، این خودش نشان میده که این مشکلات مرزی و سرحدی بین دو کشور و همچنان سیاست های تجارتی را پاکستان اخیرا اتخاذ کرده بالای تجارت دو کشور صدمه بسیار زیاد وارد کرده، بیمه را بالا برده بالای کانتینرها، با کانتینرها باید قفل باشند و دیگه ای که تاجر افغانی باید ترک های پاکستانی را چیز کنن، استخدام کنن یا کرا کنن و کرای ترک های پاکستانی از 200 هزار به 400 هزار کلار بالا رفته. این تمامش همچنان تاجر افغان با دلار امریکایی در پاکستان تجارت کنه، این تمامش سبب از این شده که تجارت افغانستان و پاکستان خراب شده، در حالی که بر اولین بار در سالهای اخیر در یک سال گذشته صادرات افغانستان در پاکستان بیشتر از واردات افغانستان بوده، در حدود 79 میلیون دلار یا 80 میلیون دلار افغانستان بیشتر صادر کرده تا ای که وارد کنه از پاکستان و این در حالی که نشانی خوبی بود، اما متاسفانه با این بند شدن بنادر این مشکلات برای تاجر افغان و برای تولید کننده افغانستان هم از لحاظ زراعتی و هم مسئولات صنعتی مثل قالین و پشم و غیره محصولات بسیار ضرر وارد میکنه. بسیار تشکر از توضیحاتتان جناب دکتر نور احمد خالدی، آگاه امور اقتصادی.